خب بچه بریم سراغ درک مطلب اول و درک مطلب اول رو هم بررسی کنیم طبق چیزی که همیشه با هم دیگه میگفتیم و با همدیگه مرور میکردیم و من خدمت شما عرض میکردم برای حل سوال درک مطلب اولویت اول خواندن سوال است با شناخت روی سوال راحتتر متوجه میشیم تو متن باید دنبال چی بگردیم و راحتتر تر بتونیم جواب بدیم خب بریم با هم ببینیم سوال اول چی پرسیده سوال اول پرسیده What does the passage mainly discuss؟ زمانی که تو جمله همون کلمه ای mainly discuss داریم صد درصد درباره عنوان متن میخوایم سوال کنیم Planning and public policy Contingencies and flexible processes The psychological process of thinking Forecasting of organizational developments خب کلمه ها و ساختار خورده سخته پس برای باید شبیه اینا در واقع در مد وجود داشته باشه خب. من برای عنوان باید کجا برم؟ من برای عنوان باید برم خط اول پاراگرافامو بخورم میگه the subject we are discussing in the organizational process فلش حبیصازیم به اینا میخورم creating and maintaining the plan پس به plan and psychological process of thinking این هم دیده بودیم اونجا about activities required to create a desired goal on some scale خب میخوایم به هدف برسیم با این دوتا میرم پاراگراف بعدی پلنینگ ایز also used to describe the formal procedure پس این هم راجع به پلنینگ به کار رفت بعدی تو attitudes to planning دوتا روش برای پلنینگ پس بازم گفته چی برنامه ریزی پس اگر دقت بکنید هدف اصلی این متن درباره پلنینگ یعنی اینجا برنامه داشت اینجا برنامه داشت اینجا هم برنامه داشت پس این متن صد درصد اگر بخوام براش یک مین آیدیا پیدا بکنم و بگم چیه صد درصد باید پلنینگ توش وجود داشته باشه بنابراین گزینه یک مناسب ترین گزینه ما برای مینلی دیسکاس یا عنوان متنش خواهد بود